موفقیت آمیز بوده و برای اینکه کاربران عزیز بتوانند از این امکان استفاده بکنند لازم هست نسخه جدیدی که انشاءالله به زودی توسط پیام رسان ها منتشر میشه رو نصب بکنند یا به روز رسانی بکنند تا بتوانند از این قابلیت استفاده بکنند. در حقیقت فرآیند کار هم به این شکله که در قسمت تنظیمات باید این امکان رو در حقیقت فعال بکنند، امکان تبادل پیام بین پیام رسان های داخلی رو فعال میکنن و از اون به بعد میتوانن جستجوی کاربران دیگر رو انجام بدن و تبادل پیام رو مثل پیام های عادی و مثل تجربه قبلی در حقیقت انجام بدن. خب در این حالا اتفاقی که افتاده همه محتوا هم پیام هم عکس و هم فیلم قابل در واقع جابجایی هست؟ بله، به صورت فاز بندی شده در حقیقت این امکان اضافه میشه. در گام اول پیام های متنی و فایل در حقیقت بعد از اون فایل هم قابلیت ارسال و دریافت رو خواهد داشت. درسته، اشاره کردید که این پیام رسانه باید بروز بشن. نسخه جدید رو کی ارائه میدن پیام رسانه برای بروز رسانی؟ طبق زمان بندی تا پایان سال قرار هست که این امکان انشاءالله نسخه جدید ارائه بشه. درسته، و خب وابسته هستش به تلاش دوستان ما در پیام رسان ها، کارشناسان و مدیران محترم پیام رسان ها شبانه روزی الان دارن کار میکنن که انشالله بتونن این زمان بندی رو محقق بکنن. درسته، فعلا دو پیام رسان ایتا و بله این امکان رو دارن، بقیه پیام رسان ها که در واقع اضافه میشن؟ این دو پیام رسان خب جلوتر هستن، اما خب این امکان برای باقی پیام رسان ها که از لحاظ فنی و استانداردهایی که مشخص شده در حقیقت این قابلیت رو دارن ارائه شده و اونها هم در حال کار هستن. انشاءالله به زودی شاهد اتصال بقیه پیام رسان ها هم خواهیم بود. من اگر بخوام نام ببرم، مثلا آیگپ هم من پیش بینی میکنم که پیام رسان بعدی باشه با توجه به پیشرفتی که داشته، و باقی پیام رسان ها هم به همین ترتیب اضافه خواهند شد.